بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و خسته نباشید. امروز سه شنبه 15 سرطان 1400 هجری خورشیدی مصادف است با 6 جولای 2021 میلادی. سهیل ارلات هستم با تقدیم سرویس خبری ساعت 7 از شبکه جهانی آینه. نخست سرخط خبرها. حمدالله موهب گروه طالبان به برنامه جنگی خود متمرکز شده و برنامه برای صلح ندارند. حضور نیروهای خارجی در جنگ شمال و شمال شرق کشور. و امیدواری‌ها از آغاز روند گفتگوهای صلح در دوحه. حمدالله موهب مشاور شورای امنیت ملی کشور میگوید که طالبان به برنامه جنگی خود متمرکز شدند و برنامه‌ای برای صلح ندارند. آقای موهب در یک نشست خبری در کابل میگوید که گروه طالبان یک جنگ اعلام نشده را آغاز نمودند. او میافزاید که این گروه که تعمیر شماری از ولسوالی‌ها را در برخی از ولایت‌های کشور تصرف کرده روی برنامه جنگی خود متمرکز شدند. با بیان او ساحات از دست رفته با زودی باز پس گرفته خواهد شد. عبدالجلیل سروش گزارش می دهد. در گیرودار افزایش خشونت ها از سوی طالبان، حمدالله موهب مشاور شورای امنیت ملی کشور می گوید که طالبان به برنامه جنگی خود متمرکز شده و برنامه برای صلح ندارد. واقع مردم افغانستان ای بوده که بعد از خروج نیروهای امریکایی و دیگر کشورها بانه برای جنگ، به تداوم جنگ برای طالبان نمیمانه و باید اینا اوربند کنن، بیاین از رای مذاکرات، از رای صلح مشکلات خود حل کنن. مگر متاسفانه شما میبینین که اینا بجای ازی یک جنگ نایلام شده را آغاز کردن، جنگ تشدید دادن و تبلیغات خود بیشتر ساختن. مشاور شورای امنیت ملی کشور خاطر نشان می سازد که تنها تعمیرهای برخی ولسوالی ها که در جریان دو ماه گذشته از سوی طالبان تصرف شده به زودی باز پس گرفته خواهد شد. به بیان وی در دو هفته گذشته 14 ولسوالی از تصرف طالبان خارج شده است. ما برای مهار وضعیت وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی کار میکنن که وضعیت مهار کنه و اوساحاتی که از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرهایشان طالب ها گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای ازی را میکنن که حاکمیت نه، تعمیرها را گرفته باشه اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم. محیب با اشاره به مستقر شدن 20,000 سرباز تاجیکستانی در مرز میان افغانستان و تاجیکستان پس از افزایش تهدیدهای امنیتی در مرزهای این کشور گفت حمله های طالبان اکثر کشورهای منطقه به شمول روسیه را نگران کرده است. هیوادونه تشویش لري څو ورځې مخکې زه روسیې ته لاړم چې د هغوی هم د دې امنیو په اړه باندې ډېر زیات تشویشونه درلودل. هیڅوک نه غواړي چې یعنې د منطقې کم از کم دغه هیوادونه چې موږ او تاسو همسایه دي او دوست هیوادونه دي، ډېر زیات د دې تشویش لري چې خدای نخواسته که دلته ناامني زیاتېږي، د دوی په ناامنۍ باندې مستقیم اغیزه لري. دلته د بعضې ګروپونه دي چې هغه فعالیت کوي چې هغه د دوی سره مستقیم په جنگ کې دي. این در حال است که پس از افزایش حمله های طالبان در ولایت های عمدتاً شمالی کشور، شماری از کشورهای منطقه نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان نگران شدند. در این میان تاجیکستان 20,000 سرباز خود را در مرزهای جنوبی این کشور مستقر کرده است. مسئولان محلی در ولایت تخار میگویند که در جنگ تخار و سقوط ولسوالی ها در این ولایت برخی گروه ها و کشورهای خارجی نقش دارند.
مولوی عبدالله قرلوق والی تخار میگوید که جنگ جاری در این ولایت تنها جنگ طالبان نیست، بلکه جنگجویان خارجی به گونه قابل توجه در ناآرامی های اخیر در این ولایت دست دارند. به گفته او در سایر ولایت های شمالی کشور نیز جنگجویان خارجی در میان طالبان حضور دارند. از سوی دیگر همزمان با افزایش حمله های طالبان در ولایت های شمالی کشور، دولت تاجیکستان بیش از 20 هزار سرباز خود را در مرزهای جنوبی در این کشور مستقر کرده است. عزیز ارسوی با شرح بیشتر. نزدیک به یک ماه می شود که گروه طالبان حملات خیش را در شمال کشور افزایش دادند. در نتیجه این حملات بخشی از ساحات در ولایت‌های شمالی به تصرف طالبان درآمده است. در این بین شماری از ولسوالی‌های تخار نیز به دست طالبان افتاده است. مولوی عبدالله قرلوق والی تخار میگوید در نبردهای اخیر در این ولایت دست جنگجویان خارجی به گونه واضح دخیل بوده است. آقای قرلوق علاوه میکند که در جنگ جاری در تخار و سایر ولایت‌های شمالی کشور هزاران جنگجوی خارجی زیر چتر گروه طالبان سرگرم درگیری با نیروهای امنیتی هستند. عمق توطئه و دسیسه شما در جریان هستند که سرزیاد بزرگ است. عقب از این جنگ تنها یک گروه مشخص طالبان نیست، بلکه عقب جوای طالبان اینجا جنگ افغانستان و پاکستان است. جنرال های پاکستانی رهبری میکنه، اداره میکنه. به اون لحاظ انشاءالله عمل کرده جانب مقابل ساحات را که در اختیار خود داره، نوای برخوردشان را که ما که میشنویم خود سبب از این میشه که مردم بالاخره به سطوب مردم قیام بکنه، سادگی داشته باشه بکنه. همچنان آقای قرلوق علاوه می کند که وضعیت کنونی تخار در حال تغییر است و تلاش ها برای مهار ناامنی در این ولایت بیشتر شده است. او اطمینان می دهد که به زودی وضعیت به حالت عادی باز خواهد گشت. با تاسف که یک فصل تغییراتی که در ولسوالی های ما رونما گردید، تنها اگر ما بگیم که این وضعیت پیش آمده در ولایت تخار است، بلکه در ولایت های مختلف دیگه هم چنین اقالات اتفاقات متاسفانه به وجود آمده. اما مطمئنن من گفته میتونم که این وضعیت حتما تغییر میکنه، به این حالت باقی نمیمونه. مطمئن هستم که انشاءالله ما از این حالت و از این وضعیت موجود که واقعا مردم نگرانی خود تشویش خود دارن نسبت به آینده با عبور خواهیم کرد. اطمینان ما برای همه شهروندای مردم عزیز خود ای است که ما با شمول سکتورهای امنیتی و دفاعی ما تمام توان و تلاش و زحمات خود به خرج می‌دهیم. از سوی هم شمار از فرماندهان خیزش های مردمی در این ولایت میگویند اکثر ولسوالی ها بدون هیچ نوع درگیری به تصرف طالبان درآمده است. یکی دو رسوالی که مقامات کرد و جنگ کردن مثل بارک واریم، مثل چهاب واریم، مثل خوشیغار واریم، ملامر دیگه رسوالی ها شما شایدش هستین که بدونی جنگ و بدونی یا بسخن رسوالی را اعلان کردن یا به دستور یا به دستور یا خودتری کردن هر کاری کردن هم رسوالی را اعلان کردن و طریق مرکز آمدن. باید در مرکز که آمدن یا قماندانی به طریق قماندانی رفته یا اردو به طریق اردو رفته، مردم های خیزش در گرد بیشی یعنی قماندان ها برای فیران جمع هستند. با وجود اینها اما افزایش خشونت ها در دو ماه اخیر در ولایت های کشور شمار از کشورهای منطقه را نگران کرده است. به تازگی دولت تاجیکستان 20 هزار سرباز خود را در مرزهای این کشور با افغانستان مستقر کرده است. این اقدام به دلیل پیشروی های اخیر طالبان در حاشیه مرزهای جنوبی این کشور روی دست گرفته شده است. این در حالی است که اخیراً حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان اعلام کرده که افزایش خشونت‌ها در افغانستان امنیت منطقه را تهدید خواهد کرد. شماری از مقام‌های دولتی می‌گویند رسانه‌ها باید با توجه به منافع ملی از تبلیغات منافع گروه‌های مخالف مسلح دولت خودداری کنند. آنان پیشرفت رسانه‌ها را در دو دهه پسین بی سابقه عنوان کرده می‌گویند رسانه‌ها در وضعیت کنونی می‌توانند گزینه خوبی برای انگیزه‌دهی به شهروندان باشد.
از سوی هم برخی از مسئولان فدراسیون ژورنالیستان افغانستان ادامه فعالیت رسانه ها را زمینه ساز تقویت پایه های نظام مردم سالاری در کشور عنوان می کنند. اما با باور مسئولان این فدراسیون رسانه های غیر قانونمند باید مورد پایگرد قرار گیرد. میراج‌الدین مجری با شرح بیشتر. در دو دهه پسین رسانه ها از پیشرفت بی سابقه برخوردار بوده است. شماری از مقام های دولتی رشد رسانه های جمعی را در راستای آزادی بیان و اطلاع رسانی به پیشینان وان کرده و از رسانه های کشور می خواهند که با توجه به منافع ملی از نشر مواردی که به ضرر نیروهای امنیتی و دفاعی است خودداری کنند. اطلاع رسانی یک اصل است. باید مردم در جریان همه حوادث و جریانهایی که صورت میگیره با خبر باشن، اما منافع ملی ما مهمتر است. قوانین رافضه کشور، نشر اکاذیب، شایعات بی اساس، توطئه اخبار غیر واقعی و جانبدارانه که تمامیت ارضی کشور، حاکمیت ملی دولت و منافع اولیای ملت را آسیب برساند، جرم پنداشته و پیرامون برخورد جدی با مرتکبان جرایم یاد شده صراحت دارند. وزیر عدلیه کشور میگوید حکومت انواره آمی رسانه ها و آزادی بیان بوده است. در وضعیت کنونی ضرور است رسانه ها نیز رسالتشان را در دفاع از نظام و دولت ادا نمایند. در همین حال شماری از این مقام ها تاکید دارند که رسانه ها اصرار نظامی را حفظ کرده و برای بیرون رفت از وضعیت موجود با دولت همکاری کنند. این وضعیت فوق العاده است. همه ما مسئولیت فردی و جمعی می طلبد. و از ما این وضعیت انتظار داره که هر یک در هر جایی که هستیم، هر نقش و رول را که ایفا میکنیم، در همون نقش ما وظیفه داریم که برای نجات کشور خود، برای حفظ نظام، برای استقلالیت کشور، اراضی کشور، هر یک مسئولیت خود را ادا بکنیم. و مهمترین رسالت در این شرایط به دوش اصحاب رسانه است. هیله می داده پدی حساس شی بوکی چی طول دیدی پدزای سی مناظره و مناقشه و مجادله سره وکو مقاتله تم دی خدای نرسی رازی لاس سره ورکو چی دیدی هیواد نجات تا منگا مچی را ونغاړو دی هیواد تا نجات ورکو هر چوک پخپل میدان که لمنبر و محراب ننیولی تر تلویزون مطبوعات و رسانه و قانون او مدنی تولنو. از سوی هم برخی از مسئولان فدراسیون خبرنگاران افغانستان رسانه ها را تحکیم کننده پایه های نظام مردم سالاری عنوان می کنند، اما تاکید دارند که حکومت باید رسانه های قانونمند و غیر قانونمند را از هم تفکیک کنند. ما نمی خواهیم که رسانه یا خبرنگار در صف ما باشه که ارزش های ملی و اسلامی ما را رعایت نکنه. ما دفاعش نمیکنیم، ولی به صورت کل اگر یک رسانه اشتباهی میکنه، تخطی میکنه، قانون نقض میکنه، به صورت کل صف رسانه ها مخاطب قرار میگیره، فکر میکنم عادلانه نیست. قابل ذکر است که بیش از 3600 رسانه جمعی امکنون در سطح کشور فعالیت میکنند. این رسانه ها در جریان 20 سال گذشته ایجاد شدند. خروج نیروهای خارجی و افزایش خشونت ها از سوی طالبان، اما ادامه فعالیت رسانه های جمعی را با چالش روبرو کرده است. ادامه خبرها پس از یک میان برنامه کوتاه تقدیمتان می شود. ادامه خبرها. قماندان جدید امنی ولایت فاریاب امروز رسما به کارش آغاز کرد. روح الله خلیل اوغلو قماندان تازه تقرر این ولایت به باشندگان ولایت فاریاب وعده سپرد که به زودی عملیات بازپسگیری را در ساحات از دست رفته آغاز خواهد نمود. در همین حال باشندگان ولایت فاریاب نیز از معرفی آقای خلیل اوغلو اظهار خرسندی کرده، میگویند برای دفاع از حق و حقوق باشندگان این ولایت همیشه در کنار نیروهای امنیتیشان استادگی خواهند کرد. از سوی هم عنایت الله کمال والی ولایت فاریاب تاکید دارد که حمایت مردم از نیروهای امنیتی موفقیت این نیروها را تضمین خواهد نمود.
بعد از درگیری های شدید و بیرون شدن نیروهای امنیتی از برخی از ولسوالی های ولایت فاریاب، وزارت امور داخله روح الله خلیل اوغلو را به حیث فرمانده امنی این ولایت گماشته است. آقای خلیل اوغلو که در روز نخست کاریش به نیروهای پلیس این ولایت معرفی شد، به مردم ولایت فاریاب تعهد می سپارد که در برابر هر نوع تعرض دشمن استادگی خواهد کرد و برای بازپسگیری ساحات از دست رفته از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد ورزید. باید یا حمایتشان از حمایت قاطیشان قسمی که در گذشته انجام دادن از نیروی امنیتی دفاعی در آینده باید دوام بتن و اینمی نیروی امنیتی دفاعی بودن که تانستن عملات دشمن به عقب بزنه و به حمایت مردمشان بود، حمایت همکاری های مردمشان بود که دشمن نتانست در شهر نفوذ بکنه و در آینده هم اینمی فرزندهای خودشان است حمایت بکنن، همیشه حمایت کردن تا ما بتانیم در آینده نزدیک پلان های روی دست ما که است کمربند امنیتی را انکشاف بتیم و سایه امنه وسط بتیم و مهاجرینی که از اطراف شهر میمن آمدن یا پس برند در مخانه های خود، این آرزوی آرمان ماست. انشاءالله به یاری خدا ما پلان های روی دست داریم و این چالش ها زودگذر است. بر مردم خود اطمینان میتونم که در آینده نزدیک انشاءالله ما میتونیم یک وضع تغییر بنیادی بتیم. فاریاب از جمله ولایت هایی است که در ماه‌های اخیر شاهد درگیری های شدید بوده است. در همین حال عنایت الله کمال ولی ولایت فاریاب با توجه به جنگ های اخیر در این ولایت تاکید می کند که برای پیشروی های نیروهای دفاعی و امنیتی باید مردم حمایتشان را مثل گذشته از این نیروها داشته باشند. من خود و از وطندارای خود، از افسرهایی که اینجا وجود دارند، از سربازهایی که در اینجا هستند، من این را تقاضا دارم که از هیچ نوع همکاری و حمایت برای پیشبرد وظایف و همچنان این وظایف هم ملی است و هم پرمسئولیت و هم یک دین است برشان که ادای دین برای مردمشان بکنند و از طرف دیگر از مردم خود و این تقاضا را دارم بازم از امیجا و که مردم بیایند در یک بسیج ملی و عمومی امرای نیروهای امنیتیشان، امرای نیروهای دفاعی وطن یک جا شدند و صفوف اینا را با جمعانهای خود اکمال کنند و این شرایط است که ما همه باید با هم متحد و یک مشت واحد و در اینجا فقط هر یک ما دین داریم. از سوی هم باشنده های ولایت فاریاب از معرفی شدن روح الله خلیل اوغلو به حیث فرمانده امنی این ولایت اظهار خرسندی کرده، میگویند برای دفاع از حق و حقوق شهروندان این ولایت در کنار نیروهای امنیتیشان استادگی خواهند کرد و همه هیئت رهبری حزب جنبش و جنبش جوان فاریاب و هیئت رهبری قماندانی امنی فاریاب واقعا فداکاران واقعی سرزمین فاریاب هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از اینکه امروز واقعا فاریاب در یک حالت خیلی بحرانی قرار داشت و دارد که البته نه تنها فاریاب، در کل در افغانستان به این حالت قرار دارد. در این شرایط حساس فرزندان فاریابی ما که معرفی میشن دارد همه نیروهای امنیت قام ولایت و در کل قماندانی امنیه. معرفی آقای خلیل اوغلو در حال صورت میگیرد که ولایت های شمال و شمال شرقی با ویژه فاریاب در چند ماه پسین گواه درگیری های شدید بوده است، درگیری هایی که منجر به دست به دست شدن چندین ولسوالی میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان شده است. گفتگوهای صلح در روزهای آینده سرعت خواهد گرفت و انتظار می رود که وارد مرحله مهمی شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این موضوع را در مصاحبه با خبرگزاری رویترز مطرح کرده و گفته است که این گروه تا ماه آینده طرح کتبی صلح را به حکومت افغانستان ارائه خواهد کرد. در همین حال وزارت دولت در امور صلح میگوید که گفتگوهای صلح از سر گرفته شده و نشست های گروه های تماس هر دو جانب ادامه دارد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت میگوید که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان تلاش دارد تا این روند نتیجه مطلوب برای افغانستان داشته باشد.
از سوی هم دبیرالاینز در دیدار با هیئت مذاکره کننده گروه طالبان گفته است که مذاکرات صلح باید حقیقی و به عنوان تنها راه پایان دادن به جنگ در اولویت قرار گیرد. مریم مرزایی گزارش می دهد. در اوج جنگ ها میان جنگجویان گروه طالبان و نظامیان کشور، سازمان ملل متحد برای تسریع روند صلح آستین بالا زده است. دیبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد به دوحه رفته و با هیئت مذاکره کننده گروه طالبان دیدار و گفتگو کرده است. یونما میگوید که خانم لاینز در این دیدار تاکید کرده که مذاکرات صلح باید حقیقی و به عنوان تنها راه پایان دادن به جنگ در اولویت قرار بگیرد. تلاش هیئت جمهوری اسلامی افغانستانی است تا این روند یک نتیجه مطلوب برای مردم افغانستان داشته باشد و منتج به تامین صلح سراسری و پایدار در افغانستان شود. مذاکرات صلح افغانستان در دوحه از ماها به این طرف هیچ پیشرفتی نداشته است. تنها گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان هر از گاهی با هم دیدار می کنند، اما به جای مذاکرات واقعی تنور جنگ در سراسر افغانستان همچنان گرم است. نشستای گروه تماس دو تیم مذاکره کننده در دوحه ادامه داره، همچنان نشستای داخلی هیئت ما همه روزه صورت می گیره. در حالی که تمامی امیدها از گفتگوهای صلح به ناامیدی بدل شده، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید که گفتگوهای صلح در روزهای آینده سرعت خواهد گرفت و انتظار می‌رود که وارد مرحله مهم شود. این عضو ارشد گروه طالبان این موضوع را در مصاحبه با خبرگزاری رویترز مطرح کرده و گفته که این گروه تا ماه آینده طرح کتبی صلح را به حکومت افغانستان ارائه خواهد کرد. تیم معاذر از طالب است که صبح گفتگو نمیکنن. اونا پلان جنگ دارن و توقعی که دنیا از اینا می داشتن، توقعی که مردم افغانستان داشتن، توقعی که حکومت افغانستان داشت ای بودن که اینا به صلح بپیوندن و بیاین که از رای مذاکره مشکل خود حل کنن. ولی اگه اینا از جنگ رای حلش از جنگ میبینن، دیگه مردم افغانستان مجبور است از خود دفاع کنن. این در حالی است که به دنبال آغاز روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، گفتگوهای صلح با بنبست مواجه شده و دامنه جنگ در کشور گسترش یافته است. شدت جنگ سبب شده تا شهروندان به ادامه گفتگوهای صلح بی‌باور شوند. وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 1446 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر اساس معلومات این وزارت در همین مدت 55 تن از اثر این بیماری جان باخته و 932 بیمار دیگر بهبود یافتند. وزارت صحت عامه از شهروندان کشور خواسته است که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا دستورات صحی را رعایت نمایند. وزارت صحت عامه کشور اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته 1446 تن در سراسر کشور به بیماری کرونا مبتلا شده است که با ثبت این رقم تازه شمار مجموعی مبتلایان از نخستین روز شیوع این ویروس تا اکنون به 129,021 تن می رسد. بر اساس معلومات این وزارت در 24 ساعت گذشته 55 تن از اثر این بیماری جان باخته است که با این شمار رقم مجموعی جان باختگان کرونا به 5415 تن می رسد و همچنان در همین مدت 932 فرد مبتلای دیگر بهبود یافته است که شمار مجموعی بهبود یافتگان ناشی از این بیماری نیز به 76218 تن رسیده است. در 24 ساعت گذشته از آزمایش 4245 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1556 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 129,021 رسانیده. همچنان 932 مورد بهبود یافته، متاسفانه 55 مورد فوت گشته. وزارت صحت عامه از شهروندان کشور خواسته است که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا دستورات صحی را رعایت کنند. و چند رویداد مهم از جهان.
16 کشور غیر اتمی جهان خواستار از بین بردن اسلحه اتمی شدند. نمایندگان کشورهای ابتکار استکهلم دیروز 5 جولای 4 نشست خود را در مادرید برگزار کردند. اعلامیه این اجلاس از 9 کشور دارای اسلحه اتمی خواست که ضرورت‌های معاهده عدم تکثیر اسلحه اتمی را بر آورده کنند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی در این اجلاس گفت که دور کردن اسلحه اتمی ممکن و یک امر دارای ضرورت فوری است. این اجلاس که به سطح وزیران خارجه برگزار شد، از اعلام گفتگوی واشنگتن و مسکو برای کنترل اسلحه نیز استقبال کرد. رهبران آمریکا و روسیه تأکید کردند که از رویارویی اتمی ولو به هر قیمتی که باشد باید جلوگیری شود. و در اخیر خبرهای ورزشی. تیم ملی بانوان عبدسال کشور در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا که در تاجیکستان در حال برگزاری است در مقابل تاجیکستان 5-2 به شکست مواجه شد. سامعه حماسی مربی تیم عبدسال کشور میگوید که بیشترین بازیکنان این تیم جدید بوده، ولی با اینکه تیم های ایران و تاجیکستان با امکانات بالا برخوردار هستند، اما با آن هم بازیکنان تیم ملی بانوان توانستند خوب مقابله نمایند. این بود خبرها. از توجه همراهیتان جهان سپاس. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.